درود بر شما. ما اینجا اومدیم چند تا تگ توی برنامه تیو پورتال برای PLC 1200 تعریف کردیم. برای اینکه این مموری ها و حافظه ها ماندگار یا به اصطلاح ریتنتیو باشه، این تیک ها باید فعال باشه. برای اینکه این تیک ها رو فعال بکنیم، میتونیم از این قسمت ریتین بیایم و یک عددی رو اینجا اختصاص بدیم که تا چه عددی ما میخوایم به صورت ماندگار باشه. وقتی عدد اینجا صفر هست، یعنی که هیچ حافظه ماندگار نیست. ببین، من اینجا اومدم از حافظه های بولیان، ورد، دبل ورد و اینتیجر استفاده کردم. الان اینجا برای دوتای اول، من اگر تا حافظه یا ورد 10 اگر در نظر بگیرم، اولی و دومی جزء ماندگار باید بشن. ببینید، من اینجا عدد 10 رو در نظر میگیرم. وقتی که اوکی میکنم، این دوتای اول جزء حافظه های ریتنتیو قرار میگیرم. دوتای بعدی اگر میخواد جزء ریتنتیو در نظر بگیره و بیاد توی حافظه های ریتنتیو، باید بیام و اونو مثلا عددش رو 110 بذارم، که این مموری دبل که 4 تا پشت سر هم رو اشغال میکنه، هم جزء اون قرار بگیره. میام اینجا و اینجا عدد 110 رو براش وارد میکنم. اوکی که میکنم، میبینید به این صورت تا مموری دبل 106 جزء این حافظه قرار میگیره. اگر اینجا به جای 110 مثلا اگر 108 رو بذارم، ببینید این به صورت نارنجی رنگ میشه، میگه همه این رو این ریتنتیو نمیتونه پوشش بده. برای همین اینو میذارم 110 که این مموری دبل رو هم بیاد و پوشش بده. خب، برای اینکه این قسمت سوم، این بولیان و اینتیجر هم جزء حافظه‌های ریتنتیو قرار بگیرن، کافیه که من عدد 210 رو اینجا وارد بکنم. اینجا بیام اگر 210 رو وارد بکنم، میبینید که این دوتا هم جزء حافظه‌های ریتنتیو قرار میگیره. اینجا اگر 209 اگر باشه، ببینید این مموری ورده باز جزء این کامل پوشش داده نمیشه، قسمت ریتنتیوش. اینجا میام دوباره 210 میذارم که این رو هم جزء حافظه‌های ریتنتیو یا ماندگار بتونیم در نظر بگیریم و ازش استفاده کنیم.